سرخط خبرها. ادامه اعتراض‌ها در عراق. آیت‌الله سیستانی از پارلمان خواست از حمایت دولت دست بردارد. نخست وزیر گفته استعفا می‌کند. عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش. تعداد کشته‌های اعتراض‌های اخیر دست کم 161 نفر. یه تعهدی از ما گرفتن که جنازه رو شبانه به خاک بسپاریم، که شبانه مدرسولی جنازه رو خاک کنیم. روایت خانواده آرشام ابراهیمی، یکی از کشته شدگان اعتراض‌های ایران. و واکنش‌ها و حواشی سفر غیرمنتظره رئیس جمهوری آمریکا به افغانستان. سلام به این بخش خبر خوش آمدید. یک روز بعد از سرکوب کم سابقه معترضان در عراق، عادل عبدالمهدی نخست وزیر گفته استعفا خواهد کرد تا مجلس بتواند دولت جدیدی انتخاب کند. ساعتی پیش آیت الله علی سیستانی تلویحا از پارلمان خواست از حمایت از دولت دست بردارد. در پیامی که نماینده آیت الله سیستانی در کربلا اعلام کرد، عالی‌ترین مرجع تقلید شیعیان عراق به نمایندگان مجلس گفت در انتخاب اعضای دولت تجدید نظر کنند. دیروز دست کم 45 نفر در شهرهای نجف، ناصریه و بغداد کشته شدند. اعتراض مردم عراق به فساد و ناکارآمدی دولت دو ماه است که ادامه دارد و بیش از 400 کشته به جای گذاشته. باران عباسی گزارش می‌دهد. در عزای برادر کوچکش بر سینه می‌کوبد. صبح فردای یکی از مرگبارترین روزهایی که جنبش اعتراضی مردم عراق به خود دیده. روزی که 45 معترض جان خود را از دست دادند. پنجشنبه خونین عراق بلند پایه ترین مرجع تقلید این کشور را به واکنش واداشته. آیت الله سیستانی حمله به تظاهرات مسالمت آمیز را حرام اعلام کرده و از مجلس خواسته از حمایت از دولت دست بردارد. پیامی که نماینده او در کربلا در جریان نماز جمعه اعلام کرد. به نظر میرسد دولت قادر به حل و فصل وقایع دو ماه گذشته نیست و پارلمان که دولت کنونی از آن برخاسته باید در انتخاب خود تجدید نظر کند و در راستای منافع عراق و حفاظت از خون فرزندانش عمل کند. عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق کمی بعد از این سخنان اعلام کرد که استعفا می کند تا مجلس دولت جدیدی را انتخاب کند. ادعو من الله سبحانه و تعالی اللهم. سرکوب کم سابقه معترضان دیروز در پی حمله به کنسولگری ایران در نجف رقم خورد. شهری شیعه نشین که ایران در آن نفوذ چشمگیری دارد. شهری که زمانی محل سکونت آیت الله خمینی بود. معترضان اما از آنچه دخالت ایران در امور کشورشان می‌خوانند خشمگینند. 16 نفر اینجا جان خود را از دست دادند. اما فاجعه بزرگتر در خیابان‌های ناصریه رخ داد، جایی که نیروهای ارتش به روی معترضان آتش گشودند. درگیری‌هایی که به گفته عفو بین‌الملل ناصریه را به حمام خون بدل کرد. دست کم 25 نفر اینجا جان دادند. نسل جوان عراق از بیکاری، فساد و بیکفایتی مسئول